شرگه میگوید رئیس جمهور هیچ دلیلی برای عدم معرفی وزرای باقی مانده و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ندارد. در همین حال رئیس ولیس جرگه ادامه کار این نهاد را تا اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مطابق به قانون اساسی میخواند. این در حال است که بر اساس ماده قانون اساسی مدت زمان کاری رسمی ولیس جرگه در اول ماه سرطان سال پنجم به پایان میرسد. کریم سروش گزارش میدهد. اعضای ولیس جرگه بر رسم اعتراض به ادامه سکوت خود ادامه دادند. آنان میگویند تا زمانی که به خواستشان پاسخ داده نشود، ولیس جرگه به اعتراض خود ادامه میدهد. از سوی دیگر این مجلس بر قانونی بودن کار خود تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و آغاز کار بعدی ولیس جرگه تاکید دارند. محمد یونس قانونی رئیس ولیس جرگه به دلیل برآورده شدن خواسته های این مجلس به کار ولیس جرگه تاکید دارد. پولیسی جرگه در 15 جوزا و ترتیب نخواهد. بنابراین وزرای محترمی که بسیار قرار بایست که به پارلمان آینده معرفی شود، خوب هست به همین پارلمان معرفی شود وقتی کسی امضای نشد و این شورا ماندن بالا. این در حالی است که بر اساس ماده 83 قانون اساسی زمان کار ولیس جرگه در اول ماه سرطان سال پنجم پایان می‌یابد. با حکم قانون اساسی افغانستان و با دلایلی که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد، شورای ملی افغانستان تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ولیس جرگه مشروعیت دارد و کارکرده دارد. از سوی دیگر ولیس جرگه برای هشتمین روز با سکوت جلسه روزانه خود را ادامه داد. این اقدام در اعتراض به معرفی نشدن وزرای باقی مانده و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام می شود. در همین حال شماری از اعضای ولیس جرگه به حضور معاون رئیس جمهور در تالار ولیس جرگه تاکید دارند. اما شماری دیگری از اعضای ولیس جرگه تاکید به عملی شدن خواست های قانونی ولیس جرگه دارند. منتظر هستیم که حکومت آنچه خواست های قانونی ولیس جرگه است با او خواست ها اونا عمل بکنن و خواست های ولیس جرگه را خواست های قانونیش بپذیرن. ولیس جرگه میگوید که برای تحقق خواست های خود به رخصتی های تابستانی نخواهد رفت. مسئولان در دانشگاه کابل میگویند که این نهاد با مشکلات جدی مواجه بوده که در برخی موارد کمک هایی که صورت گرفته ناکافی و بسیار محدود بوده است. به گفته این مسئولان کمبود استاد، ساختمان، خوابگاه، بودجه و مواد درسی که به نیازمندی های امروز پاسخگو باشد از جمله مشکلات حاد این دانشگاه است. در همین حال مقام ها در وزارت تحصیلات عالی میگویند که این وزارت برای رفع مشکلات تمام دانشگاه های دولتی سعی خواهد کرد. گزارش مسافر قوخندی را میبینیم. دانشگاه کابل با قدمت بیش از 70 ساله خود بزرگترین مرکز علمی، فرهنگی و تحقیقاتی کشور محسوب می شود. با گفته مسئولان، بیش از آغاز جنگ های داخلی صدها دانشجوی خارجی نیز در این دانشگاه مصروف تحصیل و تحقیق بودند. مسئولان دانشگاه کابل می گویند، اما امروز این مرکز بزرگ علمی با ده ها مشکل مواجه است. یکی از مشکلاتی که ما داریم واقعاً و این مشکل خیلی جدی است، این مسئله عدم موجودیت بست کافی است که ما نداریم. واقعاً ما برازی که ما 110 نفر استاد عمل در خارج داریم و این استادا بستایشان محفوظ است. این ای استادای ما که در خارج میرن، ولی شما میفهمید که ما معاش و معاش و تمام امتیازات از را میپردازیم برای فامیلشان. بنابراین بست از این محفوظ است. نه هر قدری که ما روان کرده بریم، باید به عوض از این استاد دیگه در اینجا گرفته بریم تا که پروسه درس به تعویق نفته. اون مشکل در اون صورت ایجاد نشه. این مشکلات اساسی ما میه. آقای امین میگه بزرگترین چالش کمبود استاد است، که با گذشت هر روز این مسئله حادتر می شود. در این حال مقام ها در وزارت تحصیلات عالی مشکلات شمار زیاد دانشگاه دولتی را رد نکرده می گویند که بر اساس برنامه های 5 ساله به اکثر مشکلات رسیدگی خواهد شد. محمد صابر خشکی معین اداری این وزارت می گوید قرار است معاش استادان دانشگاه ها افزایش یابد تا از رو آوردن استادان به دانشگاه های خصوصی جلوگیری شود. مشکل عمده ده ای است که پوانتونه های خصوصی یا موسسات تحصیلات خصوصی که ایجاد شده اونا معاش کافی یا اقزحمه کافی بر استادا، چون مسئله معاش و مسئله یک درآمد بر استاد بسیار مهم است.
و اونا زیادتر وقت خود یا کوشش میکنه که به پوانتونای خصوصی یا به موسسات تحصیلات خصوصی تدریس نماید تا اندازه پولی پیدا کنن که امرار حیات کنن. بر اساس آمارها دانشگاه کابل همکنون بیشتر از 70,000 دانشجو در بخش های مختلف دارد که کمتر از 1,000 استاد مصروف تدریس آنان است. گفته می شود که این رقم پیش از دهه 70 کمتر از 3,000 دانشجو و 1,000 استاد بوده است. یک حمله انتحاری ظهر امروز در منطقه سرک نو در نزدیکی دسپشری کابل به وقوع پیوست. پلیس میگوید که پس از شنیدن صدای خفیف در مربوطات حوزه نهم، ماموران پلیس به ساحه رویداد رفتند و در آنجا با یک جسد قسمان متلاشی شده روبرو شدند. رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل میگوید که بررسی های ابتدایی نشان میدهد که انتحار کننده شهروند پاکستانی بوده و جسد او نشان میدهد که احتمالاً با فیوز بمب دستی خود را منفجر کرده است. پلیس کابل میگوید تحقیقات ابتدایی که انجام شده نشان میدهد که انتحار کننده از 15 روز پیش به عنوان کمک راننده در یکی از موترهای باربری که اموال نیروهای آیساف را انتقال میداد مشغول به کار شده بود. راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد که چرا کمک رانندهش خود را منفجر کرده است. ببینم که جسد یک نفر افتیده طوری که ما محل واقع را برسیم. بشق عزیزی نوزده چی بالا شده؟ طوری که ما محل واقع را بررسی کردیم یه آدم کلینر یک موتر بوده که اون موتر اموال سوپرین اموال برخوات های ائتلاف از کشور اسلامی پاکستان به افغانستان آورده و میخواستن که داخل سوپرین بکنن. این آدم که خودش هم تبع پاکستانی است به اساس توضیحات دریور این آدم فیوز و یا کدام مواد در دست ازی بوده، احتمالا فیوزی بم دستی شاید بوده به خاطر از اینکه سایه تخریبش بسیار کم است در دستش انفجار میکنه و همزمان با انفجار هر دو دستش و قسمت سینه‌اش هر دو دستش قطع میشه از بند و قسمت سینه‌اش جراحت میورده تا مدت 3 الی 4 دقیقه‌ای که ما در رسیدن ما ای زنده میباشه و بعدا از بین میره و همچنان ای آدم کلینر از اون موتر بوده، کسی که دریور از اون موتر است او از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده، قضیه تحت بررسی است. موتر که ما با داخلش چک کردیم از طرف بخش مربوطه متخصصین مربوطه چک شد، در بین موتر اموال است که باید به قوای ائتلاف و به اینا تسلیم داده شده. و حال نگاهی می اندازیم به جدول، می بینیم که پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی امروز در بازار سرای شاهزاده چگونه تبادله می شد و وضعیت هوای شانشهر افغانستان برای فردا چی پیش بینی شده است.